خب دیگه چی کار بکنیم بچه اگر اینجا رو نگاه بکنید میخوام چند تا ریفکتورینگ انجام بدیم میبینید که ما داخل کنترلرمون خیلی فعلا کار انجام دادیم و اینا یه مقداری شلو کرده چی میشد به جای این دوتا متدی که ما اینجا داشتیم حالا مثلا من میتوسم اینا رو بذارم داخل یک کامنتی که داشتیم حالا من میبینید که این میک فوتور مثلا نخوام تنها کاری که اینجا انجام بدم بر فرض اینو داخل کامنت بیام اینجا بگم که من الان چیزی قبلی نوشته بودم یه چیزی قبلی نوشته بودم که میگفتم که یک وریبل مثلا فوتو درست بکن میبینی که الان پایین فوتو به من میگه نداری و میگفتم که خب بیا از کلاس فوتو استفاده بکن یه فانکشنی میخوام مثلا درست بکنم به نام from حالا form بود درسته من from مثلا اسمشو میذارم این سری میذارم فایل خب و بعد میگفتیم که از ریکوست ما بگیر و بگو که برو فایل رو پیدا بکن که اسمش هست فوتو خب این اسم مال فرم بود حالا میتونستیم این کار انجام بدیم من اینو میتونم دیلیت بکنم به این چند تا احتیاج نداره ببینید که get client، اینجا فقط نوشته get client original name و بعد move خب که یه، یادتون, یادتون پس یادتون باشه اینجا نوشته که get client original name یه اسم بذار واسش و بعد موش بکن این ستاره من پاک میکنم میخوام یه ذره ریفکتورینگ بکنیم چی میشد من فقط این دوتا لاین کد رو مینوشتم دیگه کار دیگه این نمیکردم و من باید اینجا چی کار بکنم حالا من این لوکیتر ات رو اینجا دارم و این فعلا به درد من میخوره و بعدش میخواستم و برم داخل فوتو اینجا میبینی می که الان همه من متودا رو باز میکنم میبینی می که نوشته بنرز حالا من به این احتیاج ندارم اینجا نیمی داریم نیوز اینجا زده و گشته سیفد از من اه اه میرم داخل فوتو که الان که هستیم هیچی یه فانکشنی که ما اینجا گفتیم الان میریم اینو میسازیم با هم دیگه فروم فایل برمیگردیم اینجا میخواید همین رو برگردانیم اسمش بذاریم بزنیم فروم فایل خب پابلیک استاتیک فانکشن فروم فایل و بعد اینجا name میگیره خب من میگم که بجن که نیم بگیری uploaded فایل بگیر و اسمش بزار بذار فایل خب و فایلی که گذاشتی میگم که این فوتو نیو استاتیک همینجوری که بود فتو و اینجا سیو از گذاشته من به این سیو از زیاد خوشم نمیاد میخوام یک تغییری به این بدم اینو بزنم داخل کامنت به جای این سیو ازی که ما اینجا داریم من اسمشو میگم که بذار فایل یعنی فوتو فایلش رو مساوی قرار بده با فایل حالا من این فایل رو کجا دارم این فایل ام... اه... مساوی باید قرار بدیم اینجا به این صورت بذار فایل این فایل رو من ندارم میتونم داخل کنستراکتور درست بکنم ولی کنستراکتورم بازم یه سر سردرده میتونم بیام اینجا چیکار بکنم یه پروتکتد فایل رو بکنم و اینجا اینو سیو بکنم خب وقتی که من فوتو رو فایلش رو میگیرم داخل این سیو میکنم داخل آبجکت سیو میشه درسته پس اینجا میام آخرش میگم که حالا بیا برای من این فایل که هیچی درست کردیم نیمم که هیچی سیو ازم که اینجا داریم یه سری اسم گذاری کرده من میخوام اینو اسمگذاری که دارم پاک بکنم این مووی هم که ما اینجا داریم میک تامنیل اینجا باشه چیکار ام... چی کار بکنیم قبل از اینکه من فوتو رو ریترن بکنم یا اصلا به خب بعد تمام این سیو دیگه نداریم دیگه دید که این سیو بود خب میومد سیو میکرد من بعد این فوتویی که اینجا دارم رو بگیرم فوتو و بعد بگم که بیا فیل کن فیل یه فانکشنی هستش داخل لاراول که میاد برای من اگه بذارم داکیومنتیشنش بیاد بالا خیلی خوب میشه که میاد اتریبیوت ها رو برای من بذاری بیدن F1 رو اینجا میتونیم بزنیم آه. نگاه با کاری نوشته field the model with an array of attributes میگه تمام مدل رو با اتریبیوت ها پر بکنید F1 رو بزنید یا داخل مک FN F1 رو بزنید داکیمنتش خیلی راحت میاد بالا پس من میگم میگم فیل بکن داخل پرانتز یه دونه آرایه باز میکنم و اینجا میگم که چجوری فیل بکن خب ما این نیم رو داریم مثل این جایگزین اسمش چیه این جایگزین سی سیوز سیوزی که ما این پایین داشتیم خب نگاه بکنید این سیوز رو می‌بینید یه نیم داشتیم یه پد داشتیم تا من پد این اسپرینت اف من رو نیست پس من این طولانیه سر در داوره من می‌خوام فانکشن بجاش درست بکنم یعنی بگم که حالا ما این فوتو رو اینجا استفاده کردیم خب بگم نیم مساوی باشه از این فانکشن از این آبجکت اسمش رو فایل نیم این فانکشن فعلا نداریم خب بعدش میگم که ویرگول بیا این فوتو چیز پث داریم دیگه فکر کنم پث درسته از داخل دیتا بس اگه نگاه کنید پث داریم که میگم فوتو پث میگم میگم که اسمشو چی بذاریم فایل پث میذاریم فایل پث فانکشن ها رو هنوز نساختیم یه کپی از این میگیریم آخری چیه؟ دامنه پت دیگه اگه نگاه بکنید اینجاست که اسمشو میذاریم تامنیل و بعد میگم که تامنیل پد یا به این صورت اینجوری پیست میکنم البته این پی گونده تایپ میکنم و بعد این پرانتز رو باز بسته میکنم درست شد؟ پس این از این اینا همش بعد اینا رو دونه دونه بسازیم چجوری اینا رو من بسازم؟ یعنی پایین تایپ میکنم public function میگم چجوری میتونستیم پاپ آه. پاب اس اف میکنم پاپ اس اف پاپ که پابلیک فانکشن استاتیک فانکشن هست اسم چیز متدی که میخوام درست بکنه فایله یا فایل فایل نیمه و میگم که بیای چند تا کار انجام بده خیلی بهتره چیزی رو داخلش پس نمیکنه اولین کاری که میکنم داخل این میگم که از این دیسی که ما اینجا داریم بیا فایل رو بگیر البته همینجور تایپ میکنم فایل رو بگیر که این الان داخل آبجکت مگه سیو نیست البته بذارید ببینم ام... استاتیکش رو بذارید برداری از دیس نمیتونیم استفاده کنیم فایل رو میگم که بگیرو و بعد get client همون چیزی که ما داشتیم get client client original name بعدش میگم که چی کار بکنیم get client original name اینو میتونیم داخل یک وریبلی به نام name uh, save بکنیم بعد بگم که بیا پایین یه اکس... وقتی ما حالا میتونید کاری انجام بدید اینجا میتونید این فایلی که شما سیو میکنید حالا میتونه این get client original name باشه یا یعنی که میتونیم داخل یک فانکشن PHP به نام sha1 سیو بکنیم که فایل چیکار بکنه انکریپت کنه خب یعنی به عکسات تنها کسایی دسترسی داشته باشن که کار برای وبسایتن که نه کسای دیگه مثل این اس 1 خب یا میتونیم چیکار بکنیم این دس فایل نیم میتونم تایم من بهش اپند بکنم تایم پرانتز باز و بسته پند بکنم بهش که به این صورت پس این از این داخل این قرار گرفته شد دومین کاری که میکنیم اینه که میایم پایین و میگم اکستنشن هم باید بگیریم وقتی شما اس اچ 1 تبدیل میکنید مثلا اگر یک فایلی داشته باشید به نام amir.jpg اینو تبدیل میکنه به چی این رو تبدیل میکنه به یک عدد و حروفی به این صورت خب اگر اکستنشن هم داشته باشید اکستنشنش هم میگیره تبدیل به این میکنه فایل شما که به این صورت بود تبدیل میشه به این وقتی تبدیل شد به این ما اکستنشن هم باید بهش اضافه کنیم وقتی فایل jpg کاربر اضافه میکنه jpg باید اضافه کنیم وقتی فایل png اضافه میکنه و png چه جوری من اضافه کنم اینا رو برای اینکه من اضافه بکنم بعد یک وریبل درست بکنم به نام رو مسابقه قرار بدم با میگم که از این دس فایلی که ما داریم اینجا خب یک چیز دیگه هم داریم یک فانکشن دیگه هم داریم داخل سیمفونی به نام get حالا میتونید گس بکنید گت گس extension یا مثلا بگید که گس extension البته نمیده اینجا من یا اینکه میتونید چی بگید بگید که get client اوریجینال uh, extension یا اوریجینال نیمی که اینجا داریم میبینید می اینجا client اوریجینال Uh, extension به این صورت باز بسته اینجا این. حالا اینا رو من باید چیکار بکنم زمین کنم، ریترن میکنم و به این صورت میگم اول داخل پرن... به این صورت نیم رو بذار و بعد دات اکستنشنتون دیگه یا از همینجا اینو برمیداریم و اینجا پیست میکنیم و سمی کالا نمیذاریم به این صورت تمام شد رفت این از فایل هم. حالا فایل داریم اینجا میتونیم اینجا من اضافه کنم پابلیک function uh, file path function رو نداریم اینجا اضافه میکنم file path این چه جوریه اینو برای اینکه درست بکنیم بعد حواستون باشه که چند تا کار رو انجام بدیم اول اینکه ببینید base رو که ما اینجا داریم خب base di دی دیگه احتیاجی نخواهد بود اگه خواستید رو تغییر بدید اینو ما به خاطر اینجا قرار دادیم که میخوایم اگر خواستیم بتونیم تغییرش بدیم اگر نخواستید میتونید چیکار بکنید ریموو کنید اینجا یا میتونید من این چیزی که تنها لازم داره رو اینجا کپی کنم و ریمووش کنم خب وقتی ریمووش میکنم میام اینجا که اصلا براش یه دونه فانکشن درست میکنم یعنی پابلیک فانکشن میگم که بیس دی آی آر خب و بعد تنها کاری که انجام میدم اینه هم که برای من ریترن کن اون چیزی که الان استفاده کردم حالا الان دیگه کسی نمیتونه تغییر بده خب این فان... با به صورت فانکشن میمونه یا اگه خواست سرنامی که یه استرینگ به ما برمیگردانه خیلی راحت میتونید عوضش هم بکنید بعد اینکه که پابل فانکشن بیس که درست کردیم هیچی بعد میگیم که این تنها کار که برای فایل پت انجام میده میگه ریترن کن ما از این کلاسی که ما داریم بیس دیاری که الان درست کردیم پس بکن و بعدش با یک حالا دایرکتوری سپریتوری که داریم استفاده بکن و بگیم که دوباره از همین کلاسی که داریم بیا فایل نیم رو به ما برگردون فایل نیمی که الان درست کردیم به همین راحتی. شروع. حالا برای این چی؟ اینی که ما اینجا داشتیم تامنل پد خب یه جوری مثل همین میمونه پس من یه کپی میگیرم کپی برمیگردم اینجا اسمش میزنم تامنل پد اینجا کپی میکنم که ببینید که من دارم از کجا استفاده میکنم ای بابا اب نداره مینویسیم نویسیم تامنل این هم مثل همون بالاییه تنها کاری که انجام بدیم ببینید برای اینکه راحت تر بفهمید اصلا من اینو داخل این دایرکت سرپتون همین اسلش خوب این هم مثل همون بالاییه فقط برای دامنل چیکار میکنیم ما یه تی این میذاریم پشتش دیگه یعنی این بعد از اسلشی که داریم یه تی میذاریم و یه دش بالا آخرش میتونید بذارید یعنی میتونید کات بکنید برید اینجا بذارید فرق نمیکنه هر جا دوست دارید خب ولی من اولش میذارم واسه پارس کلیک آخرش گذاشته بودم بعد تموم شد رفت تموم شد رفت اینا همه با کاری بود که انجام میدیم حالا اگه ما برگردیم اینجا تنها کاری که داریم اینجا انجام میدیم نگاه بکنید یه بار دیگه دوره میکنیم میگه وقتی داری فوتو اضافه میکنی برو داخل فوتو from file وقتی میریم داخل فوتو from file اینجا داره برای من چیکار میکنه فوتو رو میکنه داخل آبجکت قرار میده اینجا خب بعد چیکار میکنه اسم گذاری میکنه به این صورت خب انکریپتش میکنه حالا چیکار کنیم وقتی اسم گذاری کرد بعد مووش کنیم دیگه نه داره داخل دیتابیس الان سیو میکنه فقط من چجوری مووش بکنم میتونید اینجا من یه دونه موو فانکشن داشتم خب میتونم اینجا بیام موو رو قرار بدم اسمش رو بزنم مثلا آپلود خب و برگردم اینجا بگم که بیا اینو آپلود بکن اینجا با توجه به اینکه آخرش بر ریترن دیس داشته باشه چون داریم چینش میکنیم بگم که چی ما از همین استفاده میکنیم آپ لود نمیدونم اگر دوست دارید همچین کاری انجام بدید یا نه میبینید که میشه وید متد فایل نیم ریزولت فروم فایل بذارید من از این فروم فایلی که دارم uh, اینجا کجاست فروم فایل بریم بالا ما بعد این رو ریترن بکنم اول اینکه بگم که این آبجکت رو برای من ریترن بکنی یا اینکه میتونم بگم که ریترن به این یا که نه صد درصد ولی اینجا باز داره میگه که required پارامتر فایل missing این به خاطر اینکه آپلودی که الان ما اینجا داریم مووه خب و اینجا داره برای من یه یعنی همچین کاری انجام بده من یه یعنی همچی کاری نمیخوام و بعد این اصلا بردارم ازشان. حالا اینجا نگاه بکن نوشته فایل و بعد من اینو باید تبدیلش کنم به Uh, چند تا کاری که میخوام انجام بدم نوشته this file بعد اینا تبدیلش میکنم اول به this خوب و بعد file که ذخیره شده داخل object هم دیگه اینجا والا این مقدار باید tweakش بکنیم و بعد move this base directory uh, this حالا base directory که داریم دیگه داخل object ما save نیستش چی یعنی چیه یعنی method درسته همینجوری این نیمی که داریم داخل directory ما save نیستش خب پس بنابراین من باید بگم که اسمش چیه file name دیگه file name function و بعد make thumbnail که حالا اینجا داریم این هم باید یه مقدار tweak بکنیم یعنی که تغییرش بدیم اگر نگاه بکنید پایین من این fit رو داخل لاین بعدی save رو داخل لاین بعدی نگاه بکنید نوشته this path حالا this path یعنی چی؟ یعنی file path دیگه یعنی این file path به این صورت thumbnail pathی که ما اینجا داریم یعنی چی؟ یعنی این thumbnail pathی که ما داریم به صورت functionه و بعد این دیویس و این save به این صورت تمام شد رفت حالا من تنها کاری که باید بکنم برگردم اینجا و ببینم دیگه ارور از بین رفته ببین چقدر تمیزه حالا باید امتحان بکنیم این رو دیگه نمیشه که امتحان نکنیم و نگاه بکنید که چقدر تمیز شده الان حالا بماند یک قضیه دیگه میخوام به شما بگم قضیه بعد اینه که هر مدلی که شما دارید یک چیزی داره یک فانکشن داره به نام بوت خب که اگه من بکنم پابلیک فانکشن بوت خب بوت چی میگه بوت میگه خب اگر نگاه بکنید نوشته cannot make static method model boot non static یعنی که استاتیک خب اگر نگاه بکنید برید داخل مادو اینجا اگر بیاید پایین ما میتونم اینجا بوت رو به کار ببرم بینید که اینجا ما بوت داریم بوت این بوت میگه بوت تریت اگر روش کلیک بکنم منم یه به این یه مقدار بخونید این کداش متوجه میشید که چی داره میگه ولی این من خلاصه به شما میگم این داره میگه که بوت میگه که من وقتی که این کلاس رو اینستنشیت میکنم اینجا و میخوام فایل رو موف کنم وقتی که قبل از این که بعد از این که کرد میگه که مثل کنسترکتر ولی کنسترکتر میگه من اولین کار این رو انجام بدم یعنی درست موقعی که این کلاس رو استفاده میکنه اینجوری خب ولی بوت میگه که بعد از اینکه این, کار انجام شد میخواید من چیکار بکنم من این کارا رو انجام میدم آیا میخوای که قبل از اینکه من این کارا رو انجام بدم یعنی اینجا درست خب اینجا بوت اینجاست کنستراکتور اینجاست میگه که قبل از اینکه میخواید من این کار رو انجام بدم میخواید جل، میتونی جله منو بگیری بیا بگیر به این صورت به آمیانه به شما بگم میگه اگه دوست داری جله منو بگیری بیا بگیر یا میخوای کاری انجام بدی انجام بده میتونید اون آپلودی که من پایین قرار دادم رو بیاید بنوزید اینجا فرق نمیکنه آپلود کنید و بعد داخل دیتابیس سیو بکنید هیچ فرق نمیکنه حالا من برمیگردم داخل کروم این رو چیکار میکنم امتحان میکنم اگه تایپ اینجا ریفرش بزنم ببینیم که ارور داریم یا نه این موقع از این موقعی هستش که قلبای برنامه‌نویسا میتپ ببینن اشکال داره کار داره میکنه درسته پس همش داره آپلود میشه و ببینید چقدر مرتب تر شد تنها کاری که ما داریم انجام میدیم یه فوتو داریم اینجا درست میکنیم حالا نگاه بکنید اگر ما اینو این لاین بکنیم چه اتفاقی میفته کنترل تی این لاین نگاه ببین چقدر طولانی شد این یکی از کدای هستش که شاید متوجه نشید و ممکنه بعضیشو بنزید به صورت پارامتر قرار بدید اینو مثلا اسمش بذارم بنر یعنی کنترل تی بنر خب میتونیم یه همچین کار رو انجام بدیم که متوجه شید داریم چی کار میکنیم و بعد میگه که بنر رو الان گرفتم بهش فوتو اضافه بکن فوتو ایناش میبینید ولی ما اینو اینلاین لاین میکنیم دیگه متوجه شدید که ما داریم چی کار انجام میدیم پس داره کار میکنه خیلی مرتب یه بار دیگه اگه من اینجا برگردم میبینید که داریم چی کار میکنیم یه فروم فایل داریم اضافه درست میکنیم دیگه اون اسپرینت اف نمیدونم خیلی از کارهای دیگه که ما داشتیم رو دیگه نداریم فقط نگاه بکنید این یه قضیه هستی که شاید شما فکرش رو نمی کردید. ما فایلی که اینجا داریم از فوتو میگیریم گیریم فوتو چیه؟ آبجکت ماست داریم روی این سیف می کنیم یا یعنی می چیکار بکنیم؟ کنترل N Constructor و بعد اینجا من بگم که بیا این فایل رو برای من instantiate بکن خب و این موقع است داره به من میگه که Missing Parent فلان و میتونم چیکار بکنم اضافه بکنم یعنی میگه که همون کاری که قبلا به شما گفتم بیاید اینجا بگید که parent construct به این راحتی این رو چیز بکنید و این ایرور هم از بین بره این منظورش اینه میتونید یه همچین کاری انجام بدید this file, file و بعد اینجا بذارید ولی خودش داره این کار رو برای شما انجام میده یعنی حت... اگر این کار انجام بدید این نون استاتیک دیگه اینجا کار نمیکنه من باید حتما اینجا بهش بگم که من آبجکت فوتو من وریبل فوتو رو میخوام یعنی اینجا بهش بگم خب فوتو ولی میگه فوتو چیه من نمیدونم چیه خب اینجا پس کنستراکتور به خاطر همین من قرار ندادم و از اینجا دیلیتش میکنم و این از این پس این داره فیل میکنه حالا متد فیل چیه اگر در داکیومنتیشن کلکشن رو بخونید میبینید که داره اتریبیوت های اگر alt f اگر f یکو نه فیل د مدل ان اری اتریبیوت میگه یه آرایه بده به من بده که من مدلمو اینا داخل مدل ما خب حواستون باش مداخل مدلیم اتریبیوتاش یعنی چی یعنی اتریبیوت یعنی همون ستونای دیتابیس پر بکنه با چیزایی که شما بهش میدی حالا ما این فانکشن رو ساختیم فایل نیم به این صورت حالا نگاه بکنید دیتابیس اونا بذارید اینجا اتفاقا به شما بگم بنر فوتو اگه بریم اینجا باز بکنیم ریفرش نگاه بکنید بنر فوتو ها همش اینجا الان انکریپت شده و یه موقع نگید که چقدر زشت اینا بالایا بهتر نبود اینا به خاطر اینکریپت شده اینا فقط یه آیدنتیفایر یعنی یک مشخص کننده است اینکه عکس ها به چه صورته وگرنه اگر نگاه بکنید این به خاطر اینکه کاربرا دسترسی بهش نداشته باشن به عکس ها نتونن اگر یه چیزی به اسم مثلا عکس شما به اسم مثلا صرف یک بود کاربر میره خب اینو حفظ میکنه تایپ میکنه اگر ممبرشی بشم تمام بشه میتونه دسترسی به این پیدا بکنه ولی این یه همچین چیزی رو نمیتونست به صلاح کار بکنه مثلا سیو بکنی یا مثلا حفظ بکنی همچی چیزی پس این از این حالا میریم یه کامیت انجام میدیم میگم که refactors the photo and uh, میگم که banners controller refactoring بهتره چون ریفکت. از اینم refactors خب کامیت و تمام شد رفت حالا بازم تو ویدیو بعدی در مورد این صحبت فکر نکنم در رابطه با ریفکتورین چیز دیگه مونده باشه خیلی مرتب شده الان هم کنترلر ما کنترلر ما فقط یه دونه فانکشن بیشتر نداره هم اد فوتوز بقیه‌اش دیگه چیه شو و استور و کرییت و ایناست